اطلاعی که به ما رسید یکی از شهروندان در ابتدا نیروهای سازمان نجاتش دادن. ده خبر بعدی که به ما رسید اعلام کردن دو نفر دیگه هم در زیر همین پلی که انتهای بولوار ابو طالب هست تو فاصله 150 متری زیر پل تقریبا گیر کردن که 4 تا از آتش‌نشان ما برای نجاتشون وارد شدن. همزمان با اون دو تا آتش‌نشان ما به دلیل افزایش فشار آب و حجم آب اونا هم گیر کردن. شما اولین نفر بودی که نجاتتون دادن، خودت میگی چطوری رفتین اونجا چی شد؟ ما اونجا خواب بودیم، بعد یه دفعه صدا آب اومد، بلند شدیم، یه تپه بود وسط، رفتیم رو تپه، بعد دیدم آب خیلی زیاد شد دیگه، لومبید پایین بود خاکا دیگه، من خودم زدم بیرون، گفتم ما مرو کمک میرم مقدم بلندتر از اون زدی به این آب خروشان. آمدم تا این جلو، آمدم کمک خواستم، مردم زنگ زده سده بیشتر 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 به حرف من گوش کن، گوش کن، سرگی بگیر پایین، بگیرم از سرگی سری دیگه، گلام بگیر، سری دیگه. از کجا آمدی؟ چه فاصله ای رو آمدی تو؟ فاصلهش وسط دیگه، یعنی فکر میکنم تو جای اون چیز باشی. آره اونا که گیر کردن اینه حد فاصله وسط بلوار هم؟ آره اونا اونجا هم دیگه. من چند نفر الان اون پایینه؟ پایین دو نفر بودن، اون جایی که ما بودم، این بر دیگه نمیدونم چند نفر هم. بیشتر از نیم ساعته که دوستانمون در آتش نشانی به این شکل که شما ملاحظه میکنید دارن تلاش میکنن، واحدهای نجات از ایستگاه های مختلف اعزام شدن اما همچنان مشغولن. من خواهش میکنم با ما همراه باشید. ایستگاه نزدیک، هر ایستگاه نزدیک، 12 21 28، هر کدوم تناب دارن بفرستم. آتششان رسیده اینجا، 10 تا 15 تا ماشین، یه تون نتونستن یه دونه آمبولانس بفرستن. آقا تماس که به درد من نمیخوره، بگو بیان آقا بیان. ماشین شخصی به پیست ما بره، ماشین خود میخوره. خب بیش از یک ساعت و ربع از زمانی که حادثه اعلام شده گذشته، همچنان دوستان مشغولن. اون دو نفری هم که گفتن این پایین محبوس شدن و بالاخره گرفتار آب هستن همچنان اونجا هستن. خودتون ملاحظه کردین چه وضعیتی هست، وضعیت امدادرسانی. دوستان دارن با تمام توانشون واقعا از جونشون دارن مایه میذارن که بتونن اون دو نفر رو نجات بدن. نجات دادیم دست بچه‌هایم تو 20 متری ان. سلام. فشار خیلی زیاده. بچه‌هام هم فشار میاره چون دو نفرم تو بغلشونن، یک مدار سخت کرده کار برامون. ولی خوش به خودنا دو نفر از 400 متری آوردیم نزدیک 20 متری مونه.
14:30 دقیقه است، نزدیک به 3 ساعت عملیات امداد ادامه پیدا کرده. همچنان در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید. یه نفر از امدادگرها و یه نفر از افرادی که داخل آب گرفتار شده بودن رسیدن به ابتدای کار. حالا الان من یه نکته دیگه هم فقط اضافه بکنم، باور کنید اینقدر هوا سرده اصلا نمیشه ایستاد، وای وای که به این شکل رفت داخل آب و بالاخره کار امداد را انجام داد. شدی خیلی زحمت کشیدین شما و همکارای محترمتون، به نظر میرسه که تموم شد دیگه عملیات، خدا رو شکر. من خواهش می‌کنم شما توضیح بفرمایید. تموم شد، ما هم تشکر می‌کنیم بالاخره از تمام همکارامون، هم خود شما، واقعا از زمانی که اتفاق افتاده دیگه همتون کمک ما بودین، دستتون در نکنه. خوشبختانه تموم شد، هر سه نفرشون هم زنده اومدن، همکارامون هم که با تمام سختی‌هایی که داشتن شما مشاهده می‌کنین دیگه، خوشبختانه با نجاتی که دادن خودشون دچار حادثه شدن ولی خوشبختانه زنده ان. ان شاء الله امیدوارم سریعا هم حالشون خوب بشه. و از اون که منتقل شدن بیمارستان اونام حالشون خوبه، خبر گرفتین ازشون؟ اونام حالشون خوبه، خبر جلن رسوندن ما گفتن حالشون خوبه. امدادگرای هلال احمر هم امروز خیلی روز پرکاری رو پشت سر گذاشتن، اینطور که ما شنیدیم چندین و چند حادثه رو در جاده سیمان پوشش داده بودن. عملیات چطور بود؟ در مجموع راضی بودین؟ نه، ما خودمون از عملیات خودمون راضی نبودیم، چون شرایط ایجاد میکرد که بالاخره عملیات سخت باشه و هیچ راهی هم نبود واقعا دسترسی به اونجا، یعنی تمام امکاناتمون رو گسیل کردیم که تونستیم واقعا دسترسی به اونا پیدا کنیم. اول اونا رو مهار کردیم، دو نفر رو نگهشون داشتیم، بعد تونستیم افراد دیگه‌مون رو بفرستیم کمکشون که بتونیم انتقالشون بدیم به سمت بیرون.